به نام خدا، سلام خدمت دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشه. علی اقبال هستم و مثل همیشه خدا رو شکر میکنم که با شما عزیزان صحبت میکنم. دوستان، در این ویدیو قرار شد چیکار کنیم؟ قرار شد کوک ستار رو در 3 دقیقه یاد بگیریم. حالا در 3 دقیقه یعنی فوری، منظورم اینه. نمیدونم الان در چه سطحی هستید، ولی من جور این ویدیو رو توضیح میدم که اگر شما دفعه اولتونه که ستار رو دست میگیرید، بتونید چیکار کنید؟ سازتون رو خیلی راحت کوک کنید. کوک اصلی ستار چیه؟ دو سول دو دو، یعنی این کوک دیاپازونه. اینجا بنویسم با رنگ مشکی، دو سول دو و دو. یعنی چی؟ یعنی سیم اول دو، سیم دوم یعنی سیم سول، زرد رنگ سول، این هم سیم سوم و این هم چهارم. ما گفتیم استاندارد کوک ستار همینه، دو سول دو دو. ولی خب چیه؟ ببینید این کوک خیلی بالاست، یعنی این استاندارد دیاپازونه، یعنی یه مرجعیه، ولی بالاست. خب میشه کوک کردینم، یعنی طبق تیونر مثلا بیاد این حرف سی روی تیونر نشون بده، سی جی سی سی، این میشه یه کوک اصلی. ولی ما میام چیکار میکنیم؟ میگیم به خاطر اینکه یکم صدا تنین داشته باشه، خب سیمو باید یکم شلتر باشه که صدا ارتعاش داشته باشه، تنین داشته باشه دیگه، این یکم بالاست و سفت سیم ها. برای همین چیکار میکنیم؟ سیم اول رو، همه سیم ها رو، یعنی یه پرده میاریم پایین تر. درسته؟ یه پرده پایین تر از دو چیه؟ سیه دیگه. یه پرده پایین تر از سول چیه؟ فا. اینا هم جفتش هر کدوم یه پرده به پایین میشه سی سی. یعنی سیم اول رو باید سی کوک کنیم، سیم دوم رو فا، و سیم سوم چهارم هم سی کوک میشه. علامت اختصاریش رو تیونر چیه؟ خوب دقت کنید، علامت اختصاری این میشه چی؟ بی. علامت اختصاری فا میشه چی؟ اف. اینم بی، اینم بی. درسته؟ حالا بعضی دوستان میپرسن که چه بی چه افی، چون یه عددی هم نشون میده تیونر دیگه. حالا روی تیونر بریم براتون توضیح میدم. چیزی که من دریافتم و یه استانداردی رسیدیم و دیدیم نرمال هست و سیم خیلی بالا نمیره کوکش و خیلی پایین هم نیست، بی سه باید باشه، این اف سه باید باشه، این بی سه باید باشه و این بی هم سه باید باشه. حالا استاندارد تیونری که من به شما یاد میدم اینه، یعنی دات تیونر، یه تیونر معروفه، خیلی هم دقیقه و دیجیتالی هست، عقربه نداره و کلا توضیح دادم که چه جوریه. پس دقت کنید، سیم اول شد بی، دوم اف، سوم بی، و این بم همون زرد رنگم بی، همون سه. اوکی، پس این یادتون نره. میرم روی تیونر، اونجا براتون توضیح میدم و دقیق کوک میکنیم و بعد میخوام به روش گوشی هم بهتون بگم که چجوری به روش گوشی سازتون رو کوک کنید، یعنی دیگه وابسته به تیونر نباشید. بریم ببینیم. خب دوستان، همونطور که گفتیم میخوایم یک ساز رو کوک کنیم با استفاده از تیونر. این برنامه دات تیونر هست و میتونید دانلود کنید از پلی استور و یا اپلیکیشن بازار. خب گفتیم باید چی نشون بده؟ باید بی سه نشون بده، یعنی نوت سیم اول رو، سیم اول باید تیونر بی سه نشون بده. باید اینقدر کوک کنید تا این سبز بشه، نکنید. الان میگه چیه؟ میگه بیشتره. حالا صحبت هم که میکنم صدامو میگیره. حالا سب کنید، دیدید رسیدیم به بی. دیدید سبز شد. اگه بین منفی 20 و مثبت 20 تو این جام باشه کوکه، چون دقتش بالاست، یعنی حالا گوش ما نمیشنه ولی اونجا دیگه کوک هست ساز. ولی خب سبز بشه که خیلی بهتره. ببینید، خب این کوک شد. حالا سیم دوم رو میریم سراغش. سیم دوم باید چی نشون بده؟ F3، یعنی فا باید باشه. سیم اول سی بود، سیم دوم فا، F3 باید بشه.
نکنیم فا دیزه، درسته. دید سیم دوم با هم بزنید ببینید، سول دو، دومی هم کوک شد. حالا سومی چیه؟ پایینه، نکنید بعد ببریم بالا تا به بی برسیم. بی سه دیگه همینجا کوچه، خیلی وسواس به خرج ندید، تو هم منطقه بین نزدیک صفر هم باشه کوچه. درسته، از موقع این خیلی میخواد رو زوم کنید روش به بیسه نمیرسه، یه محدود کوچه. سیم آخرم سیم بم جفتی با هم بزنید، سیم سوم و چهارم رو ببینید ناکوچه. الان اینو دیگه گوشی کوک کنید، یعنی شاید با تیونر نتونید جفت سیما رو با هم بزنید. ببینید جفتی با هم بزنید، یه ارتعاش هماهنگی میشنوید، اینجوری با هم میتونید سیما رو کوک کنید. یعنی بم یکم کوک کردنش سخته، سعی کنید گوشی یادش بگیرید، یعنی با هم بزنید جفتی یه صدای هماهنگ و هارمونیزه ای پیدا کنید. به این طریق الان جفتی که میزنم سیما بم کوک شد، یعنی دو سول دو دقیق کوک شد. خب اینم از آموزش روی تیونر، حالا بریم روی ساز هم براتون توضیح بدم. خب دوستان، روی تیونر دیدید که چه شکلی ساز رو کوک کردیم، یعنی با استفاده از تیونر، با علائمی که تیونر به ما نشون داد ساز رو کوک کردیم. الان میخوام یه روشی به شما یاد بدم که بدون استفاده از تیونر سازتون رو کوک کنید خیلی سریع. فقط سیم اول رو شما کوک کنید. خب سیم اول رو که کوک کردید، الان بر فرض سیم اول کوکه، خب چیه؟ روی تیونر بی نشون داده بهتون، یعنی بی سه. خب حالا چیکار میکنیم؟ بچه پرده سول رو بگیرید. الان ساز کلا ناکوچه دیگه، تماما ناکوچه. پرده سیم اول که کوک شد، خب بی سه یعنی نوت سی کوک شد، گفتیم که یه پرده پایین تر از دیاپازون کوک میکنیم، یعنی سیم اولتون باید سی باشه به جای دو، یعنی تیونر باید بی نشون بده، بی سه. خب پرده سولو میگیرید، سیم دوم رو با این هم صدا میکنید. ببینید یه گوش کنید میفهمید پایینه یا بالاست؟ پایینه. خب یکم بردش بالا، باز پایینه. ببینید تنور هم صدا شد. دیگه به مرور زمان پیدا میکنید، گوشتون اون صدا رو تشخیص میده. ببینید این میزنید، خوب گوش میکنید، گوش میکنید، اینم میزنید دومیو، حالا هم صدا شد، پس دو سول ما کوک شد. حالا سیم سوم، سیم سوم هم باید با سیم اول یکی باشه دیگه، یعنی گفتیم کوکمون چیه؟ باید سی باشه، فا باشه، سی باشه، درسته؟ خب حالا دومی کوک شد، سومی چیکار میکنیم؟ هم صدا میکنیم، یعنی اولی با سومی. هنوز پایینه، ببینید ناکوکه. به سیم اول مضراب بزنید، میخوام سیم اول و سوم رو هم صدا کنیم. به سیم اول مضراب بزنید، سیم سوم پایینه، بریم بالاتر. دارم نزدیک میشم، ببینید درست شد، سیم اول با سوم هم صدا شد.
حالا سیمای بم، بچه سیمای بم یکم قلق داره، یعنی باید به مرور زمان و تجربه این سیمای بم رو صداش رو پیدا کنید. بم همزمان میزنید، یعنی جفتی مضراب میخوره، میبینید ناکوچه، یعنی یه صدای جوری نیست. الان بالاست این، میبینید یه هارمونی، یه تونالیتی صدا باید بشنوید وقتی به جفتش مضراب میزنید. الان همش کوک شد، دقت کردید؟ سیم اول که کوکه، سیم دوم انگوش گذاشتیم روی پرده سول، اونو با این همصدا کردیم، سیم سوم هم با سیم اول همصدا میکنیم، سیم آخر هم که جفتی بم میشه. اینو من خیلی آهسته و آروم گفتم که شما یاد بگیرید، ولی خیلی سریع انجام میشه. مثلا نکنید من الان خارج میکنم دوباره سیم دو، همه رو خارج کردم، خب حالا دوباره میزنم. کوک کردم این سری، سیم سوم دوباره این کار انجام میدم، کوک شد. سیم چهارم، پس روش گوشی به این صورته که شما یه سیم رو کوک میکنید، تازه بعدن همون سیم اول نیاز نیست تازه با تیونر کوک کنید، گوشتون پیدا میکنه. سیم اول رو کوک میکنید، سیم دوم رو میخواید کوک کنید پرده سولو میگیرید هم صدا میکنید با سیم اول، سیم سوم رو با سیم اول هم صدا میکنید، چون یه صدا باید داشته باشه دیگه، جفتش باید سی کوک بشه، و سیم آخر هم با سیم کنارش هم صدا میکنید. خوب گوش میکنید، آروم آروم، حالا پایین باشه میرید بالا، بالا باشه میرید پایین، تا به کوک مورد نظر میرسید. خب دوستان، این آموزش به پایان رسید، امیدوارم که این ویدیو براتون موثر بوده باشه. تا آموزش های بعد، خدا نگهدار.